يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، روزه بر شما فرض شد چنانچه بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی را پیرامون روزه و جایگاه روزه در دین مبین اسلام و حکم روزه خدمت شما بیان نمودم و بنابر این شد که در این جلسه درباره شرایط وجوب روزه بر مسلمان نکاتی و مطالبی را خدمت شما بیان بکنم. ببینید بینندگان عزیز، دین مبین اسلام یک دینی هست که تمامی شرایط انسان را مراعات کرده و تمامی حالات ضعف و سستی انسان را در تشریع احکام مد نظر قرار داده. این گونه نیست که یک حکمی که از جانب خداوند متعال می آید یک حکم بسیار قهری و جبری باشد که مسلمان تحت هر شرایطی و به تحت هر وضعیتی که باشد قطعا باید آن را انجام بدهد و هیچ گونه اختیاری از خودش نداشته باشد. خیر، بلکه خداوند متعال احکام و فرایض و واجبات دین مبین اسلام را به گونه‌ای تنظیم کرده است که با حالت‌های درونی انسان، با عوارض جسمانی و روحی انسان کاملا سازگار هست. به خاطر این است که هر یکی از عبادات را که ما در نظر بگیریم، برای وجوبش که بر انسان واجب بشوند که مسلمان باید آن را ادا بکند و انجام بدهد، یک سری شرایطی و زمین سازی هایی در نظر گرفته شده و روزه ماه مبارک رمضان هم از این قاعده مستثنا نیست. اولین شرط وجوب روزه بر انسان اسلام هست، یعنی این که روزه ماه مبارک رمضان فقط بر مسلمانان واجب هست، بر غیر مسلمانان، بر کافران و بر کسانی که به دین مبین اسلام اعتقادی را ندارند و آیین اسلام را نپذیرفتند روزه بر آنان فرض نیست. و اگر بالفرض یک شخص غیر مسلمانی روزه بگیرد، زکات بدهد، نماز بخواند، به حج خانه خداوند متعال برود، کارهای دیگری را به عنوان تقرب به خداوند متعال انجام بدهد، هیچ کدام از این اعمال تقرب محسوب نمی شوند و این شخص کافر و مسلمان شایسته و سزاوار هیچ گونه ثواب و پاداشی نیست. زیرا که شرط اساسی تمامی عبادات این هست که انسان باید مسلمان باشد. اول باید اعتراف بکند به یگانگی و وحدانیت خداوند متعال و به رسالت و پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد از آن این اعمال تقربی را و این اعمال عبادی را انجام بدهد. پس بنابراین اولین شرط وجوب روزه بر انسان این هست که انسان قبل از هر چیز باید مسلمان باشد و به دین مبین اسلام و به این آیین الهی
و به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان داشته باشد. دومین شرط وجوب بلوغ هست. قبل از این که انسان مسلمان بالغ بشود و در دوران کودکی هست و خردسال هست، هیچ حکمی از جانب خداوند متعال متوجه اون نیست و هیچ خطابی از جانب خداوند متعال متوجه شخص نابالغ و صبی و کودک و خردسال نیست، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند رفع القلم عن ثلاث، سه نفر و سه گروه مرفوع القلم هستند، حساب و کتابی ندارند، از جانب خداوند متعال محاسبه نمی شوند و یکی از این سه نفر عن السبی حتی یحتلم، شخص هست که هنوز نابالغ هست، کودک هست، به سن جوانی و به سن بلوغ نرسیده باشد، این انسان مکلف نیست تا زمانی که به سن بلوغ برسد. پس بنابراین قبل از بلوغ هیچ حکمی از احکام الهی مستقیما بر بچه و بر کودک و انسان نابالغ لازم و واجب نیست، اما از نظر شرعی بر والدین کودکان یا فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند این واجب هست که فرزندان خودشان را عادت بدن برای این که در آینده روزه بگیرند، حداقل یک قسمتی از روز را روزه بگیرند. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان خودشان هم این کار را می کردن. ربیع رضی الله تعالی عنها می گوید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرزندان خردسالمان را وادار می کردیم به روزه گرفتن و برایشون اسباب بازی درست می کردیم و می ساختیم و وقتی که آب و غذای می خواستند با این اسباب بازی ها اونها را سرگرم می کردیم تا اینکه وقت بیشتری را بتوانند در حالت روزه بگذرانند. پس بنابراین من و شما باید بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. و یکی دیگر از شرایط وجوب روزه ماه مبارک رمضان عقل هست، یعنی این که انسان مسلمان اگر مسلمان باشد که اساساً مسلمان هست و اگر بالغ باشد و در مرحله سوم عاقل باشد، عقل داشته باشد، مجنون و دیوانه نباشد، کسی نباشد که هیچ گونه اختیاری از خودش را ندارد، هیچ گونه درکی و هیچ گونه اراده‌ای را ندارد، اگر انسان به این مرحله برسد مرفوع القلم هست و مکلف نیست. در حدیثی که قبلا خدمت شما خواندم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید رفع القلم عن ثلاث، سه گروه مرفوع القلم هستند و یکی از اونها رو معرفی کرده و عن المجنون حتی یفیق، و مجنون انسان دیوانه تا زمانی که به افاقه بیاید و بیهوش بیاید مرفوع القلم هست و هیچ گونه حکمی متوجه اون نیست. و چهارمین شرط وجوب روزه ماه مبارک رمضان صحت و سلامتی هست. انسان مسلمان و انسانی که عاقل و بالغ هست اگر در حالت صحت و سلامتی کامل باشد حکم خداوند متعال متوجه او می شود و این خطاب الهی شامل حال او می شود که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای انسان های مؤمن، ای انسان های با ایمان، روزه بر شما فرض گشته. اما اگر انسانی بیمار باشد، مبتلا به یک مرض و بیماری باشد، در این صورت خداوند متعال او را معاف کرده و می تواند که روزه را به تأخیر بیاندازد، در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید و من کان مریضا او على سفر فعده من ایام اخر، اگر کسی از شما بیمار باشد و یا این که در سفر باشد مجاز هست که روزه نگیرد، یعنی این که روزه بر اون فرض و واجب نیست، می تواند افطار بکند، روزه را بخورد
و در روزهای دیگر بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از این که عذر بیماری از اون مرتفع می شود، بعد از آن روزه بگیرد. شرط پنجم وجوب روزه ماه مبارک رمضان اقامه هست، یعنی این که انسان در شهر خودش باشد و در میان خانواده خودش باشد و در حالت سفر و غربت نباشد. ببینید خداوند متعال تا چه اندازه نیازهای انسان را و احساسات انسان را مد نظر قرار داده. انسانی که در غربت هست، در سفر هست، مشقت سفر را دارد، تحمل می کند، خداوند متعال او را معاف کرده که روزه نگیرد. و من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کسی از شما بیمار بود یا در سفر بود، اجازه دارد که روزه نگیرد و بعد از این که از سفر برگشت و به شهر و دیار خودش رسید و در منزل و خانه خود مأوا گزید، آن وقت روزه بگیرد. و آخرین شرط وجوب روزه ماه مبارک رمضان این هست که برای زنان که از عادت ماهیانه و قاعدگی سالم و پاک باشند. خداوند متعال برای زنانی که در حالت حیض هستند یا نفاس هستند، آنها را معاف کرده از این که روزه بگیرند یا نماز بخوانند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دچار این حالت میشدیم و بعد از این به ما دستور داده میشد که روزه را قضا بکنیم اما نماز را قضا نکنیم. یعنی این که اگر زنی که در حالت قاعدگی روزه نمیگیرد و نماز نمیخواند و نباید هم روزه بگیرد و نماز بخواند، اگر زنی در این حالت نماز بخواند یا روزه بگیرد، نه تنها این که کار ثوابی رو انجام نداده، بلکه مرتکب گناهی شده و هیچ عبادتی رو در واقع انجام نداده. پس بنابراین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که در آن زمان به ما دستور داده میشد که روزه ماه مبارک رمضان را بعد از رمضان دوباره ادا بکنیم، دوباره اون روزه را بگیریم، اما نماز را به ما دستوری چنین داده نمیشد که حتما باید نماز را اعاده بکنید. و حکم شرعی هم این هست که زنانی که در حالت قاعدگی روزه را و نماز را ترک میکنند، نماز بدل و عوضی ندارد، بر آنها لازم نیست که زمانی که پاک شدند دوباره نمازشان را قضایی بیاورند و دوباره نماز بخوانند. اما روزه ماه مبارک رمضان را باید بعد از این که پاک شدند و به حالت عادی بازگشتند، باید روزه را بگیرند. در حدیث دیگر هست از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که میگوید که اشاره میکند به این که زنان در بعد دینداری و دیانت و انجام دادن اعمال عبادی از مردان کمتر هستند و یک مقداری از کمبود دارند در این زمینه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که آیا مگر این گونه نیست که زن در حالت قاعدگی و نفاس نه نماز میخواند و نه روزه میگیرد؟ یعنی این حکم شرعی هست که زن در چنین حالتی معاف هست، نمیتواند نماز بخواند یا این که روزه بگیرد. پس بنابراین شرایط وجوب روزه ماه مبارک رمضان عبارت هستند: اول از اسلام، که انسان باید مسلمان باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، در حالت صحت و سلامتی کامل باشد، در حالت اقامت و در منزل خود باشد، مسافر نباشد. و ششمین شرطش این است که زن از حالت قاعدگی و عادت ماهیانه پاک باشد تا اینکه بتواند روزه بگیرد. این شرایطی هست که خداوند متعال قرار داده برای وجوب روزه ماه مبارک رمضان. اگر یکی از این شرایط مختل شد و این شرایط یافت نشد، در آن صورت روزه ماه مبارک رمضان بر انسان واجب نیست و از جانب خداوند متعال مکلف نیست که روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد. و تا جلسه دیگر که انشاءالله در خدمت شما خواهم بود و مسائل دیگر را پیرامون روزه خدمت شما بیان خواهم کرد، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله.